سلام و خوش آمدید. در 8 مارچ امسال بسیاری از چیزها برای زنان در افغانستان تغییر کرده. نظام جمهوریت دیگر نیست، طالبان حاکمان جدیدند و در کابینهشان تا حال حتی یک زن هم نیست. وزارت امور زنان دیگر وجود ندارد، جایش را سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گرفته. فعالیت زنان در بخش‌های گوناگون سیاست گرفته تا آموزش و ورزش محدود شده. اما برخی از زنان در بخش‌های مثل صحت، آموزش و اداره‌های مثل توزیع پاسپورت حضور دارند. طالبان وعده کردند که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان میتونند در ماه حمل به مکتب بروند. تفاوت دیگر شاید این باشد که در 8 مارچ 2021 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک زن بود، شهرزاد اکبر. خوش آمدید. هنوز هم رئیس کمیسیون هستین خانم اکبر، چه آمد بر سر کمیسیونتان؟ تشکر، بسیار تشکر از اینکه ما در این برنامه داریم. خب در مورد کمیسیون باید بگویم که بعد از 15 آگست کمیسیون نتانسته که فعالیت خود مثل سابق پیش بره، به خاطر که فعالیت های ما نیاز به این داره که مسئولین یا مقامات در واقع زمینه را بر فعالیت های کمیسیون به عنوان یک نهاد مستقل و حقوق بشری فراهم کنند، یعنی امکان نظارت از محلات سلبازادی وجود داشته باشه، یعنی که لوی سرانوالی و سر محکمی مستقل وجود داشته باشه که ما قضایای یا کمیسیون قضایای مردم با اونا راجع کنه، وزارت داخلی پاسخگو وجود داشته باشه که وقتی که یک عسکر یا یک پلیس و مردم به احترام میکنه و حقوقشان نقض میکنه شکایت بتان از اونا درد شوه. ولی متاسفانه تمام ساختارها به هم ریختن و وضعیت حقوقی اصلا معلوم نیست، حتی مشخص نیست که فعلا در افغانستان کدام قوانین حکومت میکنن. قانون اساسی فیلیست، قانون اساسی دوره های سابق است، آیا قانون منع شکنجه، قانون که مانع خشونت برابر زنان میشه، قوانینی که در مورد محافظت رسانه هاست، این قوانین فعلا تطبیق میشن یا خیر؟ بنابراین به دلیل این خلای قانونی و به دلیل عدم مسئولیت بر همکارای ما در کمیسیون و احساس خطر را که میکردن، فعالیت های کمیسیون، فعالیت های حقوق بشری کمیسیون متاسفانه بعد از 15 آگست پیگیری نشد. ما هم تا شروع سال میلادی با کمیسیون بودم، ولی حال دیگه خود رئیس کمیسیون نمیدانم. در واقع نمیفهم که در شرایط آدم شکم بعد استعفا بده، به خاطر که یک ابهام حقوقی وجود داره، ولی از مسئولیت های خود کنار رفتم، به خاطر که دلیل اصلی که ماندم در چند ماه به خاطر ازی بود که تلاش کنم که بر همکارایم یک زمینه های بر مسئولیتشان فراهم شود بیرون از افغانستان، در داخل افغانستان، و او یک مسئولیت میدانستم. ولی و همینجا بخواهیم بپرسم با مذرد که حرفایتان را قطع میکنم خانم اکبر، شاید در جریان باشین که طالبان به تازگی گفتند که به زودی فعالیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان از سر گرفته خواهد شد، شما در جریان هستین؟ خب مشخصا مامور طالبان در این مورد صحبت نکردیم. ما هم خبر رسوندیم در دسامبر، اتفاق اواخر دسامبر بود که در یکی از جلسات به اصلاح کابینه بحث در مورد کمیسیون‌های مختلف شد، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و کمیته تعیین شد که برای در مورد نام کمیسیون تصمیم بگیره. به نظر من مهمترین مسئله است که کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی مستقل بتانه فعالیت کنه و به فعالیت خود ادامه بده، هر چند اگر تغییرات هم میآید. ولی با توجه به روی کردی که طالبان در مورد حقوق بشر دارن، من اصلا اطمینان ندارم که کمیسیون بتانه که ام وظیفه قانونی خود که بر مبنای قانون خود کمیسیون تعریف شده بود، در شرایطی که طالبان حکومت میکنن، بتانه به صورت کامل انجام بده. از این خاطر بسیار سوالا وجود داره که ادامه فعالیت کمیسیون به چی معنا خواهد بود، تا چی حد کمیسیون خواهد تانست به صورت مستقلانه از حقوق مردم افغانستان، از حقوق زنها، از حقوق اقلیت ها دفاع کنه. خب از او 8 مارچ تا به این 8 مارچ چه تغییر کرده؟ هرچند شما اشاره کردین، اما بگوین که برای خود شما به عنوان یک زن چه چیزها تغییر کرده؟ خب زمینه فعالیت عمومی زنها در افغانستان به کلی از بین رفته. فعالیت در فضای عمومی طالبا با پالیسی هایی که معرفی کردن و با محدودیت هایی که وضع کردن، در واقع در پی حذف زنها از فضای عمومی هستند. حتی حق دسترسی به آموزش که حق ابتدایی بشری است و حق است که در تمام کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته شده، از تمام زنهای افغانستان، تمام دخترهای افغانستان به این حق ابتدایی متاسفانه دسترسی ندارند. همچنین زنایی که در سکتور
دولتی کار میکردن، در سکتور عامه کار میکردن، اکثریتشون نتونستن دوباره به کارهای خود برگردن. محدودیت های برگشت و گذار زنا وضع شده در سراسر افغانستان. زنایی که جرأت میکنن که صدای خود را بلند کنن در مورد این محدودیت ها و خواستار حقوق بیشتر شوند، برخورد کمره از صورت میگیره. روایتی که در مورد از ناشکل میتا طالبا باز توقیف ها و بازداشت های غیر قانونی، مسائل مربوط به شکنجه. یعنی افغانستان هیچ وقت یک کشور آسان برای زنان نبود، و خصوص 20 سال گذشته ما نمیتونیم بگویم که افغانستان در 8 مارچ گذشته بسیار یک کشور خوب برای زنان بود. متاسفانه نبود، یکی از ناامن‌ترین کشورها برای زنان در جهان بود، میزان خشونت در برابر زنان بالا بود، ولی تفاوتی بود که زنان در چارچوب حقوقی، در چارچوب قانونی حقوق داشتن، حقوق برابر با مردا داشتن و میتونستن که با اتکا به قوانین مراجعه کنن به نهادها و در پای دستیابی به حقوق خود باشند و زمینه های آموزش و زمینه های کار زنا در سکتورهای مختلف وجود داشت. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از طالبان خواستند که به حقوق بشر، به حقوق زنان ارج بگذارند و در واقع یکی از پیش شرط ها برای به رسمیت شناختنشان همی گفته شده. فکر میکنین طالبان بتونن این شرط های ایالات متحده و اتحادیه اروپا را که از این افغان مهم در جنگ و صلح افغانستان بودن را عملی بکنه که به رسمیت شناخته شوند؟ اجازه بدین که اضافه کنم که در کنار امریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی را که ما به عنوان کشورهای حتی نزدیکتر به طالبان میدیدیم مثل قطر و حتی پاکستان هم خواستایی را از به اصلاح مقامات طالبان و از به اصلاح حکومت طالبان مطرح کردن، به شمول خواستا در مورد حکومت هم شمول و امکان برگشتن دخترها به مکاتب و همچنین رعایت حقوق زنان و رعایت مسائل حقوق بشری. در کنار از اینکه این کشورهای خواستا را مطرح کردن، علما و نهادهای جامعه مدنی و اتحادیه ها از سراسر جهان این خواسته را مکرر مطرح کردند. اما طوری که در جریان مذاکرات صلح ما دیدیم که طالبان به خواست مردم افغانستان و به خواست علمای دین از سراسر جهان با آتش بس به اعتنا بودند، متاسفانه چنین به نظر میرسه که دوباره طالبان با به اعتنایی کامل میخواهند قوانین را پیاده کنند که در هیچ کشور اسلامی دیگه حتی جای نداره. سوال دیگه ای است که میخوام بپرسم خانم اکبر، که همونطور که اشاره هم شد وزارت امور زنان دیگر نیست، فعالیت بسیاری از زنان در بخشای گوناگون محدود شده، چرا مهم است که نهادهای حامی زنان و حقوق اساسیشان در افغانستان فعالیت داشته باشند از نظر شما؟ خب شما تصور کنین که یک زن هستین، در خانواده زندگی میکنین، همسر شما یا مشکلات روانی داره و یا معتاد است و یا یک آدم خشن است و شب روز شما را لط میکنه و تاثیر سر خودتان داره، سر اولادایتان داره. در افغانستان قبل از حاکمیت طالبا برای می زن ممکن بود که بره به یک نهاد حامی زنا، به وزارت زنان مراجعه کنه، به پلیس مراجعه کنه، به قانون مراجعه کنه و یک شکایت درج کنه که به این وضعیت رسیدگی شود. در تمام موارد رسیدگی نمی شود، ولی بسیار موارد هم بود که بهش رسیدگی می شود. در وضعیتی که نهادهای که مشخصاً برای خشونت علیه زنان کار میکنن امکان زمینه فعالیت ندارن و چارچوب قانونی وجود نداره، آسیب پذیر ترین ها بیشتر آسیب پذیر میشن. زنایی که قربانی خشونت هستن، کودکایی که قربانی خشونت هستن، کودکای دختر، ازدواج های اجباری بیشتر میشه و ازدواج های زیر سن بالا میره، بخصوص با توجه به فقر که جریان داره. و در واقع حق اساسی حیات، حق انسانی، حق اسلامی هر انسان است، حق حیات، حق زن، حق حیات زنها بیش از هر زمان دیگه با خطر روبرو میشه، به خاطر که هیچ کسی وجود نداره که از حق حیات یک زنی که در معرض خطر قرار داره دفاع کنه. و اما طالبان که باشون صحبت میکنیم، چون میدونین که در افغانستان دیدگاه ها متفاوت هست، روایت طالبان هم چیز دیگری هست. میگن که در چارچوب دین اسلام و عنانات افغانستان به حقوق زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان میگن که این اظهارات عمومی است و کلی.
میخوایم دیدگاه شما را در این مورد بدانم. خب در مورد مسئله حقوق زنان، طالبا هر وقت که از دلایل شرعی کم آوردن به دلایل فرهنگی پناه میبرن و از دلایل فرهنگی کم آوردن به دلایل شرعی پناه میبرن. مثلا در اسلام طلاق جواز داره، خوشایند نیست ولی جواز داره. در اسلام هیچ توصیه مبنی بر خشونت علیه زن نشده. در اسلام زنان، ما میبینیم در صدر اسلام خود زن پیامبر تجارت پیشه بود، امکان فعالیت زنان در سکتور خصوصی، امکان آموزش زنان، تاکید فراوان شده در قرآن، در قرآن کریم بر آموزش، حق آموزش برای کلگی و اهمیت آموزش برای مسلمان ها، بر زن و مرد مسلمان. وقتی که موارد با طالبان مطرح میکنیم باز میگه خب درست است که اسلام حق آموزش زن به رسمیت شناخته، ولی ما تشویش ما است که در بعض مناطق افغانستان مردم طرفدار از لحاظ فرهنگی طرفدار مکتب رفتن دختران هستند. ما در مناطق مختلف افغانستان به خاطر کارم سفر کردیم و در هر منطقه که سفر کردیم مردم خواستار مکاتب بر دخترشون و معلم های زن بر دخترشون بودن. یعنی من بسیار کم کس را دیدم که مخالف آموزش یافتن دخترشون بوده. از این خاطر دلیل فرهنگی را که طالبان ارائه میکنن هم بی‌معناست. از این خاطر متاسفانه مشکلی است که یک ایدئولوژی مشخص طالبان دارن، دیدگاه مشخص در مورد جایگاه زنان در جامعه دارن که آمیخته از فهم خودشان از شریعت و فهم خودشان از فرهنگ است که لزوما در سر و سر افغانستان وعده کردن. همونطور که شما حتما در خبرها دنبال کردین که طالبان به تازگی وعده کردن که دروازه مکاتب را بروی تمامی دختران در مناطق مختلف افغانستان در ماه عمل باز میکنن. البته منتظر میمونیم که چی اتفاق خواهد افتاد. به عنوان آخرین سوال از شما خانم اکبر میخوام بپرسم که در سال 2001 پس از سقوط حکومت اول طالبان بسیاری از زنان مثل شما توانمند شدند. مثلا خود شما توانستید رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شوید. 20 سال بعد وضعیت تغییر کرد. برای نسل نو، برای دختران در افغانستان چه آینده را شما پیش بینی میکنید؟ من بسیار نگران آینده تک تک دخترای افغانستان هستم. هر روز و هر دقیقه به این فکر میکنم و به مسئولیت جمعی ما، مسئولیت جمعی جهان و مردم افغانستان و ما در برابر آینده دخترای افغان. ولی امیده که من دارم هم از خود دخترای افغان میاید، به خاطر که در فاصله می 6 ماه ما دیدیم که چقدر دخترای جوان، نوجوانا در مورد حق آموزش خود، در مورد حق فعالیت خود صحبت کردن، با وجود که خطر بسیار زیاد متوجهشون بود. زنان چطور با وجود خطرات و مظاهرات خود دوام دادن و دخترای افغان چطور از هر فرصت استفاده میکنن به خاطر که آموزش بیابن، با آموزش مدرن آشنا شون. روحی دختر افغان، زن افغان ناشکسته نیست. من فقط امیدوار هستم که وضعیت تیره و تاریکی که آل مسلط است از این بیرون شویم.